خیلی در دنیا درباره اتم، اورانیوم، غنی‌سازی، بمب اتم صحبت میشه. بیایم امروز دقیقاً بگیم که بمب اتم چیه، غنی‌سازی چیه، انرژی اتمی چیه، اورانیوم چیه، پلوتونیوم چیه. هرچی که در دنیا در کهکشانها هست از اتم تشکیل شده و هیچی بیشتر از اتم نیست. اتم ها که با هم ترکیب میشن میشن مولکول و بیشتر از 100 تا مواد مختلف در دنیا نیست که اولینش هیدروژن، آخریناش هم اورانیوم و پلوتونیوم و اینجور چیزاست که خیلی سنگینه. یه آقای روسی به نام مندلیف آخر سالهای 1800 یه تابلوی درست کرد که هنوزم هست به نام تابلوی مندلیف، که در این تابلو تمام موادایی که دنیای ما رو تشکیل داده ذکر شده. بیشتر از 100 تا نیستش. سبکترینش هیدروژن، سنگینترینش تقریبا اورانیومه. تمام اتم ها یه جور تشکیل شده، یه هسته داره که مثبت و سنگینه که دورش الکترون های سبک و به شارژ منفی دور میزنن. در سیاره ما تنها مواد رادیواکتیو که میشه باهاش انرژی اتمی تولید کرد یا بمب اتم درست کرد اورانیومه. اورانیوم خیلی بیشتر از نقره در روی سیاره ما وجود داره. منتها موضوع اینه که معادن اورانیوم بیشتر توشون اورانیوم 238ه، یعنی با 238 الکترون، در حالی که ما اورانیوم 235 رو احتیاج داریم. اینجاست که میگن باید غنی سازی کرد. غنی سازی یعنی اورانیوم رو برداشت و 235 رو از 238 جدا کرد. دو نوع هست، یا همینجور که نشون میده داغش میکنین و اونی که سنگین تره میمونه پایین که 238ه، اونی که سبک تره میره بالا که 235ه و همینطور به ترتیب سوا میکنین. یا میذاریم تو سانتریفیوژ. سانتریفیوژ در واقع همون آب میوه گیری خونه شماست. وقتی که آب میوه میگیرین توفاله ها میره دور برای اینکه سنگینه و آب میوه میمونه وسط برای اینکه سبکه. و همینجور اگه هزاران بار اینو از سانتریفیوژ رد کنین غنی میشه. اگه به 5% برسه میتونین انرژی اتمی تولید کنین. اگه به 90% برسه میتونین بمب اتم تولید کنین. برای ساختن بمب اتم اول پس اورانیوم میخواییم. اورانیوم در روی زمین خیلی هست، در آب دریا خیلی هست و این ممالکی که به سرخ رنگشو میبینین تولید کننده اورانیوم هست. 99% اورانیوم 238ه، کمتر از 1% اورانیوم 235ه. این یه سانتریفیوژیه که اثر نشون میدم که اجازه میده که 238 رو به دلیل فرق وزنش با 235 سوا کنی و هزاران سانتریفیوژ میخواد که تا به اون 90%ی که احتیاج برای بمب اتم برسیم، وگرنه انفجار نمیشه و بمب نمیشه، ولی میشه ازش انرژی اتمی درست کرد. در این حال وقتی اورانیوم مصرف میکنین یه مواد دیگه ایجاد میشه به نام پلوتونیوم. با پلوتونیوم 239 هم میشه بمب اتم درست کرد. برای اینکه بمب اتم درست کنیم با اورانیوم حدود 50 کیلو احتیاج دارین، در حالی که با پلوتونیوم حدود 10 کیلو احتیاج دارین. این طرز درست کردن بمب اتمه. انرژی اتمی رو به دو نوع میشه استفاده کرد، یا فیوژن یعنی با هم جفت شدن، یا فیشن یعنی سوا شدن. هر اتم همونطور که گفتم تشکیل شده از الکترون و از یه هسته. هسته تشکیل شده از پروتون و نوترون. تمام موادی که تو معادن پیدا میکنیم هم اون مواد اصلی هست هم ایزوتوپ. ایزوتوپ تقریبا همونه ولی با یه فرق کوچولو که چند تا پروتون یا چند تا نوترون بیشتر داره. مثال مانیزیوم 12 تا پروتون داره و 12 تا نوترون داره. به همین دلیل توی تابلوی مندلیف مانیزیوم رو در رده 24 میذاریم، ولی در معادن مانیزیوم 24، 25، 26 داریم که مقداری نوترون یا پروتون بیشتری داره. به اینا میگن ایزوتوپ. حالا همین قانون برای اورانیوم هست، ولی ما اورانیوم 235 رو میخواییم. اورانیوم 235 اگه بشکنیم تبدیل میشه به باریوم و کریپتون. منتها موضوع اینه که انرژی اصلی اورانیوم 235 خیلی بیشتر از باریوم و کریپتون
با هم دیگه است. ولی برای اینکه بتونیم اورانیوم رو بشکنیم مجبوریم بهش یه دونه الکترون شلیک کنیم. وقتی که اون الکترون میخوره به هسته اورانیوم، هسته اورانیوم میشکنه و تبدیل میشه به باریوم و کریپتون و سه تا الکترون دیگه. اون سه تا الکترون دیگه میخورن به هسته های اورانیوم بعدی و همینطور به این میگن یک دونه ریاکشن زنجیره‌ای. پس وقتی که این هسته ها میشکنه اون تفاوت انرژی رو ما استفاده میکنیم، یا آبگرم میکنیم، برق تولید میکنیم، یا بمب اتم. حالا اگه بخوایم از فیژن انرژی درست کنیم، هیچ احتیاج به اورانیوم نداریم. کافیه دو تا اتم هیدروژن رو با هم ترکیب کنیم و این ترکیب باعث ایجاد هیدروژن میشه. بهترین مثالش هم آفتابه که آفتاب فقط یه گلوله هیدروژنه که این هیدروژن با هم ترکیب میشن و ایجاد انرژی میکنن که این انرژی به ما میرسه. و در واقع آفتاب یه بمب اتمی دائمیه. در تابلوی مندلیف اگر که خوب نگاه کنیم، تمام اون موادی که قبل از آهنن میشه باهاشون فیژن کرد، تمام اون موادی که بعد از آهنن میشه باهاشون فیشن کرد، و با خود آهن هیچ کاری نمیشه کرد چون که یکی از ثابت ترین موادی است که رو زمین وجود داره و به هیچ وجه نمیشه ازش انرژی کسب کرد. اولین بمب اتمی دنیا ترینیتی بود که در امریکا به عنوان آزمایش ترکید. دومین بمب اتمی دنیا لیتل بوی بود که در روی هیروشیما منفجر شد. بعدش روسا یه بمبی درست کردن که نشون بدن بلدن. امریکایی‌ها بعد از اون بمب هیدروژن درست کردن که 1,000,000 برابر قوی تره، و روسا برای اینکه جوابشونو بدن یه بمبی درست کردن که قوی ترین بمبی است که در روی کره زمین تا حالا ترکید. حالا چجوری بمب اتم درست میکنن؟ همونطور که گفتم کافیه یه هسته اورانیوم و 235 رو شیکوند، و وقتی این هسته میشکنه ایجاد انرژی میکنه و یک ریاکشن زنجیری ایجاد میکنه. این کار رو با پلوتونیوم 239 هم میشه کرد. پس کافیه ما الکترون شلیک کنیم به یه هسته اورانیوم 235 که وقتی اون میشکنه ایجاد انرژی میکنه و اون انرژی به اتم بغلی میره و همینجور همه اتم ها با هم میشکنن و هر دفعه دو برابر بیشتر. تمام اینا در عرض 1,000,000,000 ثانیه ایجاد میشه و ایجاد یک انرژی وحشتناکی میشه که این انرژی همه چیزو در اطراف خودش میسوزونه. حالا به صورت پراتیک چجوریه؟ یه سیلندر برمیداریم، دو تا تیکه اورانیوم داریم، دو تا سبز است. یه مواد منفجره اون اولین مواد سبزو پرتاب میکنه روی دومین تیکه اورانیوم و این ایجاد شکستن اتم ها میشه و ایجاد انرژی اتمی. یه جور دیگه هم میشه کرد، میشه دور اورانیوم سبز یک مقدار مواد منفجره گذاشت، وقتی اون مواد منفجره میتره که اورانیوم میشکنه و همون جریان پیش میاد. حالا اگه بخوایم بمب هیدروژن درست کنیم، بمب هیدروژن ده هم خیلی ساده تره هم خیلی سخت تر. مواد اولیهش هیدروژنه، درسته، ولی برای اینکه هیدروژن ها با هم دیگه ترکیب بشن یک حرارت 100,000,000 درجه ای میخواد. مثل چوب که خودش آتیش نمیگیره، باید حتما کبریت زد یا کاغذ زیرش گذاشت تا آتیش بگیره. و برای اینکه بمب هیدروژن که به خودی خود رادیواکتیو نیست درست کنیم، احتیاج به یه بمب اتمی اولیه داریم که مثل کبریت اون بمب هیدروژن رو آتیش میگیره. این اینجوریه. اون بالایی بمب اتمه. بمب اتم وقتی منفجر میشه ایجاد حرارت زیادی میکنه که اون حرارت زیاد به سیلندر پایینی گرما میده. اون سیلندر پایینی که وسطش بازم اورانیوم هست، اون اورانیوم به اصطلاح منفجر میشه و منفجر شدن اون اتم های هیدروژن رو به همدیگه فشار میده و اینجوری میشه که اتم های هیدروژن با همدیگه ترکیب میشن و منفجر میشن. و این بمب 1,000,000 برابر بیشتر از یه بمب اتم هست. اولیش هم کاستل براوو بوده. اگه بخوایم نیروگاه اتمی از اورانیوم بسازیم، فقط احتیاج به اورانیوم غنی شده به 5% یا حتی کمتر احتیاج داریم. پرنسیپش هم همونه. هر اتم اورانیوم رو که بشکنیم یه ایجاد انرژی میکنه، اون انرژی آب و داغ میکنه،
آب تبدیل به بخار میشه، بخار از یه لوله میره یه توربینی رو میچرخونه، اون توربین خودش یه دینامو رو میچرخونه و علاسر تبدیل به آب میشه برای اینکه سرد شده و این ایجاد برق میکنه که ما در خونه مصرف میکنیم. و برق اتمی بسیار بسیار سالم و بی‌ضرر هست برخلاف چیزهایی که میگن. این کشفا رو حالا ما به کیا بدهکاریم؟ اولیش آقای روترفورد بوده، بعد آقای بور بوده و آخرینش که من واقعا بهش افتخار میکنم ماری و پیر کوری هستن. ماری کوری یک لهستانی بود که اسمش سلووتسکا بود که با آقای پیر کوری ازدواج کرد و اول از همه فنومن رادیواکتیویته رو کشف کردن، چون که روی مواد رادیواکتیو اورانیوم یک دونه صفحه عکس برداری گذاشته بودن و این صفحه عکس برداری با وجودی که مواد اورانیوم در کشو بود عکس مواد اورانیوم روش افتاده بود و آقای پیر بکلر و ماری کوری و پیر کوری جایزه نوبل رو در سال 1898 بردن. ماری کوری تنها زنی است که در تاریخ بشریت دو تا جایزه نوبل برده، یکی قبل از فوت شوهرش در یک تصادف و یکی در 1903 بعد از فوت شوهرش در رشته شیمی. و ایشون واقعا یک زن استثنایی بودن که در جنگ جهانی اول دستگاه‌هایی درست کردن که بشه از استخونه‌های شکسته سربازا عکس برداری کرد و کمک کرد که این سربازا رو نجات بدن و خودش در یه آمبولانس دنبال این موضوع بود. در اون زمان هنوز نمی‌دونستیم که رادیواکتیویته باعث سرطان، باعث شکستن دی ان ای و باعث مرگ بشر میشه و ماری کوری به دلیل تحقیقاتش روی مواد اتمی خودش فدای این موضوع شد. و اونی که فهمید از شکستن دو تا اتم میشه ایجاد انرژی کرد آلبرت اینشتین بود که به فرمول انرژی مساوی با وزن ضرب در سرعت نور به توان دو. سرعت نور مساوی است با 300 میلیون متر در ثانیه، یعنی فاصله زمین تا ماه در عرض یک ثانیه. به همین دلیله که این اکویشن اینشتین خیلی معنا داره، برای اینکه وقتی که انرژی مساوی است با 300 میلیون ضرب در هر چیز کوچیکی، یک چیز خیلی بزرگی از آب در میاد. انرژی اتمی بزرگترین اختراع بشریت هست، ولی به شرط این که به جای استفاده بد استفاده خوب ازش بشه.